درود بر شما بینندگان گرامی شبکه جهانی پارس. من لیلا هاشمیان هستم و در این ساعت با خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان در خدمت شما عزیزان خواهم بود. نخست مرور خواهیم داشت بر خلاصه ای از مهمترین خبرها. به دنبال کشته شدن اسماعیل هنیه در تهران، دولت جمهوری اسلامی با صدور اطلاعیه‌ای 3 روز عزای عمومی اعلام کرد. وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد که دولت آمریکا به عنوان حامی و همدست اسرائیل در کشتن اسماعیل هنیه مسئول است. ایران بار دیگر اتهام حمایت نظامی از روسیه در جنگ اوکراین را رد کرد. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا تاکید کرد که ایالات متحده در کشتن اسماعیل هنیه رهبر حماس دخالتی نداشته و از آن آگاه نبوده است. لوید آستین وزیر دفاع آمریکا بعد از کشته شدن هنیه تاکید کرد که اگر اسرائیل مورد حمله قرار بگیرد، آمریکا قطعاً به دفاع از اسرائیل کمک خواهد کرد. اعتراضات به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ونزوئلا همچنان ادامه دارد و تاکنون دست کم 7 تن در این اعتراضات کشته شدند. و بعد از کشته شدن اسماعیل هنیه در تهران، بورس تهران سقوط کرده و دلار از مرز 61 هزار تومان عبور کرد. توجه شما را به مشروع خبرها جلب می کنم. امروز چهارشنبه 31 جولای 2024 میلادی برابر است با 10 مرداد سال 1403 خورشیدی. اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس در حالی در تهران کشته شد که جزئیات عملیات منجر به کشته شدن او علنی نشده و موقعیت مکانی که او در آنجا کشته شده به طور دقیق مشخص نیست. با این حال شواهدی از نحوه کشته شدن او وجود دارد و برخی کارشناسان به سرنخ‌هایی درباره اجرای عملیات اشاره کردند. سپاه پاسداران در بیانیه خود زمان حمله را 2:30 شب اعلام کرد و نوشت که او که در یکی از اقامتگاه‌های ویژه جانبازان در شمال تهران مستقر بود، با اصابت پرتابه‌ای از هوا کشته شده است. ساعتی بعد شبکه المیادین لبنان در خبری نوشت موشکی که برای حمله به محل اقامت هنیه مورد استفاده قرار گرفته از کشور دیگری شلیک شده است. جستجوهای آنلاین درباره اقامتگاه ویژه جانبازان در شمال تهران به جایی نمی رسد، اما طبق اعلام برخی منابع غیر رسمی داخلی، اسماعیل هنیه در نزدیکی کاخ سعدآباد کشته شده است. در برخی گزارش ها از اردوگاه بسیج الزهرا در شمال غربی این مجموعه به عنوان اقامتگاه هنیه یاد شده است. به گفته منابع حماس، در ساختمانی که هدف حمله واقع شد، علاوه بر هنیه و محافظش زیاد نخاله رهبر جهاد اسلامی به همراه هیئتی از حماس حضور داشتند، اما تا این لحظه گزارشی از آسیب به این افراد منتشر نشده است. برخی شاهدان محلی به شنیده شدن صدای انفجار در منطقه سعدآباد در بامداد چهارشنبه اشاره کردند و رسانه تجارت آنلاین هم نوشته که صدای انفجار آنقدر شدید بود که تمام دزگیرهای ماشین‌ها به صدا درآمده و در تمام منطقه شمال تهران شنیده شده و دود و غبار انفجار منطقه را گرفته است. هرچند در بیانیه سپاه پاسداران به اصابت پرتابه‌ای از هوا اشاره شده، اما مبدأ پرتاب همچنان نامشخص است. همزمان با نیمه شب در تهران و حدود 2 ساعت قبل از مرگ هنیه، ریچارد گولدبرگ مشاور ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها در شبکه ایکس نوشت نیروی هوایی اسرائیل امشب برد خود را نشان می‌دهد. او چند ساعت بعد در صبح روز چهارشنبه هم در اظهار نظر دیگری نوشت اگر بتوانید یک رادار را در کنار یک سایت هسته‌ای بزنید، می‌توانید به خانه‌ای در تهران هم ضربه بزنید. از سوی دیگر بعد از ترور اسماعیل هنیه، نگاه‌ها به سمت ناکارآمدی دستگاه امنیتی و حفاظتی در جمهوری اسلامی نشانه رفتند. حسین علی حاجی دلیگانی نماینده مجلس شورای اسلامی در واکنش به ترور هنیه گفت در حادثه شهادت اسماعیل هنیه در تهران نمیتوان احتمال ایفای نقش افراد نفوذی را رد کرد، زیرا به هر حال رژیم صهیونیستی ممکن است با پرداخت دلارهای آمریکایی به برخی افراد نادان یا خود فروخته آنها را برای دریافت اطلاعات یا انجام عملیات‌های تروریستی اجیر کند. 31 تیر ماه امسال اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی گفت
با یک بودجه 10 برابری زیرساختی و با پیگیری رئیسی و مجلس و قانون بودجه توانستیم زیرساختهای امنیتی را گسترش بدهیم و با اسرائیل به خوبی مقابله کنیم. با ترور اسماعیل هنیه در تهران، آن هم در محدوده سعدآباد تهران با بالاترین سطح امنیت همزمان با مراسم تحلیف پزشکیان، به نظر می رسد که بودجه های 10 برابری به طور مشخصی نتوانسته عمل کرده مطلوبی برای جمهوری اسلامی ایران داشته باشد. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی که روز سه‌شنبه و قبل از مراسم تحلیف مسعود پزشکیان با اسماعیل هنیه دیدار کرده بود، روز چهارشنبه در پیامی خونخواهی برای بیرا وظیفه حکومت دانست و اعلام کرد در این حادثه تلخ و سخت که در حریم جمهوری اسلامی اتفاق افتاده، خونخواهی او را وظیفه خود می‌دانیم. رهبر جمهوری اسلامی در این پیام بر اقدام متقابل تاکید کرده و نوشته است رژیم صهیونیستی جنایتکار و تروریست مهمان عزیز ما را در خانه ما به شهادت رسانید و ما را داغدار کرد، ولی زمینه مجازاتی سخت برای خود را هم فراهم ساخت. مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری ایران هم که روز سه‌شنبه بعد از مراسم تحلیف هنیه را در آغوش کشیده بود، در ایکس نوشته است دیروز دست فاتح او را بالا بردم و امروز باید بر روی شانه‌هایم او را تشییع کنم. رئیس جمهور ایران در ادامه نوشته جمهوری اسلامی ایران از تمامیت ارضی و عزت و حیثیت و افتخار و شرف خود دفاع و اشغالگران تروریست را از اقدام بزدلانه خود پشیمان خواهد کرد. بعد از کشته شدن هنیه در تهران، جلسه شورای عالی امنیت ملی با حضور علی خامنه‌ای تشکیل شد. پیمان فلسفی نماینده مجلس ایران که این خبر را اعلام کرده بود به خبرگزاری مهر گفت تا آنجا که اطلاع دارم مسئولان نظام در حال برنامه ریزی هستند. دولت جمهوری اسلامی هم با صدور اطلاعیه‌ای 3 روز عزای عمومی اعلام کرد. از سوی دیگر بر اساس اعلام رسانه‌های ایران، علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی صبح روز پنجشنبه در دانشگاه تهران بر جسد اسماعیل هنیه نماز خواهد خواند. پیشتر اعلام شده بود که جسد هنیه در تهران تشییع خواهد شد و برای دفن به قطر منتقل می شود. حمید رسایی نماینده تهران در مجلس در واکنش به انتشار خبر دفن اسماعیل هنیه در قطر در شبکه ایکس نوشت در خبرها آمده که قطر خود را برای مراسم تدفین اسماعیل هنیه آماده می کند. بهترین مکان برای تدفین او خاک پاک جمهوری اسلامی و در جوار بدن امام است. دفتر اطلاع رسانی دولت اسرائیل با پذیرش مسئولیت ترور اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی حماس، عکسی را منتشر کرد که عبارت از بین رفت روی پیشانیش نوشته شده است. این تصویر که در حساب فیسبوک دفتر اطلاع رسانی دولت اسرائیل منتشر شده بود، دقایقی بعد حذف شد. سازمان رادیو و تلویزیون اسرائیل اعلام کرد موشکی که اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی حماس را در تهران هدف قرار داد، از خارج ایران شلیک شده بود. این ترور واکنش‌های گسترده‌ای را به همراه داشت. چین، روسیه و قطر درباره افزایش تنش‌ها در منطقه هشدار دادند. مقامات ایرانی از جمله محسن رضایی، فرمانده پیشین سپاه پاسداران هشدار دادند که اسرائیل تاوان بزرگی پرداخت خواهد کرد. خانواده قاسم سلیمانی هم در پیامی اعلام کرد که ملت ایران خونخواهی مهمان عزیزش را وظیفه ملی و انسانی خود می‌داند که انشاءالله آن را عملی خواهد کرد. علی مطهری نایب رئیس پیشین مجلس با اشاره به کشته شدن اسماعیل هنیه در تهران در شبکه ایکس نوشت کشتن اسماعیل هنیه مایه تعجب نیست، زیرا حیات اسرائیل وابسته به ترور است. آنچه مایه تعجب است این است که چرا باید محل اسکان او به عنوان مهمان در تهران برای اسرائیل مشخص باشد. حسین رونقی، فعال سیاسی و زندانی سابق، در واکنش به کشته شدن اسماعیل هنیه در تهران گفته است ترور اسماعیل هنیه، آن هم در قلب تهران، نشانه ای از ناکارآمدی و فرسوده شدن دستگاه اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی است. او با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت شاید بتوان گفت که شاهد فروپاشی سیستم امنیتی حاکم هستیم. همچنین انجام این ترور با استفاده از موشک از یک کشور دیگر یا پهپاد در داخل کشور، بی‌خاصیت شدن تشکیلات نظامی دفاعی حاکم را نشان می‌دهد. او با اشاره به اینکه حاکمیت جمهوری اسلامی تنها در آزار و اذیت زنان، بازداشت دادخواهان، منتقدان و مخالفان،
کشتار معترضان در خیابان‌ها، صدور احکام زندان و اعدام و سرکوب گسترده شهروندان و رفتارهایی از این دست به صورت حرفه‌ای و تخصصی عمل می‌کند، تأکید کرد که همه این رفتارها تنها به ایجاد سرابی از امنیت و توهمی از اقتدار ختم شده که در چشم همگان آشکار و رسواست. سرابی که نشان می‌دهد ادعای تأمین امنیت هم ادعای پوچ بیش نیست و چون این حاکمیتی یک هیچ بزرگ است. نادگرانشمان بعد از چند پیام بازرگانی با ما باشید. سرشناس‌ترین وکیل جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی، تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99 معتبر برا. با ادویه جوجه کباب صدف تهیه یک جوجه کباب لذیذ و آبدار خیلی ساده است. گوشت جوجه رو بعد از شستن به اندازه های مناسب میبریم، کمی روغن اضافه میکنیم و ادویه جوجه کباب صدف رو روی اون میپاشیم و بعد همراه با سبزیجات دلخواهمون به سیخ میکشیم. خب آتیش هم که آماده است، حالا جوجه ها رو کباب میکنیم و کمی بعد با لذت نوش جان میکنیم. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست. جواهری پارس با مدیریت مسعود افلاطونی، شنبه ها ساعت 13 به وقت لس آنجلس، 818-377-31 818-344-5050 از شبکه جهانی تلویزیون پارس. به هیچ وجه نگران فروش خانه، باغ، ویلا و یا دیگر اموال خود در هر نقطه از ایران نباشید. این کار در تخصص وکلای ماست. شماره تماس 818-577-77-59-7، روز هفته 24 ساعته. توجه شما را به ادامه خبرها جلب می‌کنم. دادستانی تهران اعلام کرد که بعد از کشته شدن اسماعیل هنیه در تهران، با رصد فضای مجازی و شناسایی متقلبان برخی از افرادی که امنیت روانی جامعه را مخدوش کرده بودند، احضار شدند و تذکر گرفتند و همچنین برای برخی هم پرونده قضایی تشکیل شده است. بعد از کشته شدن اسماعیل هنیه در تهران، دادستانی کل کشور در اطلاعیه‌ای فعالان رسانه‌ای و مجازی کشور را از انتشار اخبار مرتبط که آن را شایعه پراکنی دانسته منع کرد. رسانه‌های جمهوری اسلامی به نقل از دادستانی کل نوشتند که فعالان رسانه‌ای از پرداختن به موضوعاتی که امنیت روانی جامعه را مخدوش می‌کند پرهیز کنند. در خبری کوتاه، امام جماعت مسجد آقا سید حسین شهر لاهیجان با 10 ضربه چاقو به قتل رسید. فرمانده انتظامی لاهیجان از بازداشت ضارب 40 ساله قبل از فرار خبر داد. به گفته فرمانده انتظامی لاهیجان، ضارب انگیزه خود را از قتل، اختلافات شخصی با مقتول اعلام کرده است. سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل بار دیگر اظهارات مقامات کشورهای غربی درباره نقش جمهوری اسلامی در حمایت نظامی از روسیه در جنگ اوکراین را رد کرد. امیر سعید ایروانی روز سه‌شنبه در نامه‌ای به رئیس شورای امنیت و دبیرکل سازمان ملل، بیانیه‌های نمایندگان ایالات متحده، بریتانیا و فرانسه علیه ایران را مردود دانست. ایروانی تصریح کرد که جمهوری اسلامی از آغاز درگیری اوکراین موضع بی‌طرفی اتخاذ کرده و این موضع اصولی همچنان پا برجاست و همواره به تعهدات خود عمل کرده و همچنان به انجام آنها پایبند است. گردان‌های القسام، شاخه نظامی حماس، در پی اعلام خبر کشته شدن هانیه در تهران، صبح چهارشنبه در بیانیه اعلام کرد:
ترور جنایتکارانه اسماعیل هانیه در قلب پایتخت ایران رویدادی مهم و خطرناک است که نبرد را به ابعاد جدیدی کشانده و پیامدهای بزرگی بر کل منطقه خواهد داشت. در ادامه این بیانیه آمده که دشمن با گسترش دامنه حملات و ترور فرماندهان مقاومت در عرصه‌های مختلف و نقض حاکمیت کشورهای منطقه مرتکب اشتباه محاسباتی شد. در ادامه این بیانیه آمده وقت آن رسیده که عربده‌کشی‌های صهیونیست‌ها متوقف شود و دست‌های خرابکار آن در اینجا و آنجا قطع شود تا از حملات خود دست بردارد. گردان‌های القسام تأکید کرد خون هنیه هدر نخواهد رفت، بلکه چراغ راه مسیر آزادی سازی خواهد بود و دشمن تابان تجاوزاتش را با خون خود در غزه، کرانه باختری و داخل اسرائیل خواهد پرداخت. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا تاکید کرد که ایالات متحده در کشتن اسماعیل هانیه رهبر حماس دخالتی نداشته و از آن آگاه نبوده است. بلینکن روز چهارشنبه در گفتگو با کانال نیوز آسیا در جریان بازدید از سنگاپور گفت این موضوعی است که ما از آن آگاه نبودیم و در آن دخالتی نداشتیم. گمان زنی در این مورد بسیار دشوار است. وزیر امور خارجه ایالات متحده در پاسخ به پرسشی درباره تاثیر احتمالی مرگ هانیه بر جنگ گفت من در طول سالها آموختم که هرگز در مورد تأثیر یک رویداد بر رویداد دیگر گمان زنی نکنم. لوید آستن وزیر دفاع آمریکا در جریان دیدار از فیلیپین در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران درباره نقش احتمالی اسرائیل در حمله در تهران و اینکه آیا آمریکا از قبل از برنامه اجرای آن مطلع بود گفت که آمریکا گزارش‌ها در این رابطه را شنیده اما درباره جزئیات آن اظهار نظری نمی‌کند. وزیر دفاع آمریکا با تاکید بر اینکه جنگ اجتناب ناپذیر نیست گفت که فضا و فرصت برای دیپلماسی وجود دارد. به ابراز امیدواری کرد که همه طرف‌ها برای استفاده از این فرصت‌ها تلاش کنند. وزیر دفاع آمریکا همچنین تصریح کرد که اگر اسرائیل مورد حمله قرار بگیرد قطعاً به دفاع از اسرائیل کمک خواهیم کرد. او در این رابطه به کمک آمریکا به اسرائیل در ماه اپریل اشاره کرد و گفت که ما باز هم این کار را انجام خواهیم داد. اشاره آستین به حمله موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی ایران به اسرائیل در ماه اپریل و کمک آمریکا به دفاع از اسرائیل بود. در میانه اعتراضات مردمی به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ونزوئلا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید تا زمانی که اسناد و ارقام رأی‌گیری تایید و منتشر نشود نتیجه اعلام شده معتبر نخواهد بود. جوزف بورل که به ویتنام سفر کرده روز چهارشنبه دهم مرداد به خبرنگاران گفت ما خواهان دسترسی سریع به آمار و ارقام رای ها در مراکز رای گیری هستیم. به افزود تا زمانی که آمار به شکل علنی منتشر و تایید نشوند نتیجه‌ای که اعلام شده اعتبار ندارد. به همچنین با انتشار متنی در شبکه ایکس خواستار توقف سرکوب مخالفان مادورو در پی بروز اعتراض ها به اعلام نتایج انتخابات شد. مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا تصریح کرد که مقامات ونزوئلا باید به بازداشت، سرکوب و لفظی‌های خشونت‌آمیز علیه اعضای اپوزیسیون این کشور پایان بدهند. این در حالی است که اعتراضات به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ونزوئلا در این کشور همچنان ادامه دارد و به گفته مقامات دولتی و گروه‌های حقوق بشر تا کنون دست کم 7 تن از جمله یک سرباز در این اعتراضات کشته شدند. همزمان با بالا گرفتن تنش بین حزب الله لبنان و اسرائیل، یک مقام آمریکایی در گفتگو با خبرگزاری رویترز از حمله ایالات متحده به مواضع شبه نظامیان عراقی خبر داد. رویترز میگوید هنوز مشخص نیست کدام نیروهای شبه نظامی در عراق مورد حمله قرار گرفتند، اما این مقام آمریکایی تصریح کرده که این حمله برای دفاع از نیروهای ایالات متحده انجام شده است. همزمان الحشد الشعبی، مهمترین گروه شبه نظامی تحت حمایت جمهوری اسلامی در عراق، بامداد چهارشنبه اعلام کرد که دو گشتی نیروهای این سازمان در استان بابل واقع در مرکز عراق مورد حمله هوایی قرار گرفتند. الحشد الشعبی در بیانیه خود اشاره‌ای به عامل این حمله نکرده است. رویترز به نقل از منابع پلیس و بیمارستانی عراق نوشت که در این انفجارها 4 تن کشته و 3 تن زخمی شدند. ایرانیان هشمان بعد از چند پیام بازرگانی با ما باشید.
with Sam. I think it was the best decision I ever made. He really helped me out, and he has really helped me out. So he's not too busy for me. He even gave me his cell number. دفاتر سامان هیدری، وکیل تصادفات در دو ایالت کالیفرنیا و لاس وگاس. My experience with calling Sam was very helpful because they're excellent. 818-818-0707. Him and his entire team is very professional. He leads a good group of people here, and I felt really safe and at home with them. He was very efficient in handling my case, and I would definitely recommend anyone for an injury of any kind to offer their assistance. HeyDariLawGroup.com. وست ساید مدیکال فارمسی در 11968 ویلشر بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه وست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنیسیان‌های مجرب و ارائه واکسن‌های روز. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز در وست ساید مدیکال فارمسی موجود است. به به، هیچی مثل دوغ بیبلوس نمیشه. یادتونه قدیما میرفتیم لب چشمه، درکه، دربند، چلو کباب سفارش میدادیم، غذا به همون نمیچسبید تا اون دوغ محلی و طبیعی رو مینوشیدیم. الان هم تنها دوغی که کاملا به یاد دوغای خونگی خودمون میندازه دوغ بیبلوسه. سالم، کاملا طبیعی، خوشتم، تهیه شده از ماست و شیره بدون هورمون و مواد افزودنی. امتحان کنین، خودتون تایید خواهید کرد که هیچ چیزی مثل دوغ بیبلوس نمیشه. ایرانیان عزیز ساکن آمریکا و کانادا، برای رفع مشکلات حقوقی شما در ایران با منوچهر معتمر مشکل حقوقی شما حل شدنی است. فروش املاک شما در ایران جهت ایرانیان خارج از کشور، اخذ اجازه اوفک پیش از فروش املاک، انجام کلیه امور حقوقی مربوط به دادگاه‌های حقوقی و تجدید نظر در دیوان عالی کشور، دریافت شناسنامه، گذرنامه، تنظیم وکالتنامه، اعم از کاری و فروش، ثبت رسمی ازدواج و طلاق شرعی. با منوچهر معتمر مشکل حقوقی شما در ایران حل شدنی است. تلفن 949-202-7288. خوشبختانه همه چی قانونن درست شد. خبرها را دنبال میکنیم. ارتش اسرائیل اعلام کرده که فؤاد شکر، یکی از فرماندهان ارشد حزب الله لبنان را سه‌شنبه شب در حمله به جنوب بیروت کشته است. حزب الله لبنان هنوز کشته شدن او را تایید نکرده، اما در بیانیه‌ای حضور او در ساختمان هدف حمله را تایید کرده و گفته است که آواربرداری همچنان ادامه دارد. ارتش اسرائیل میگوید در حمله دقیق حومه جنوبی بیروت را هدف قرار داده و فرمانده‌ای را کشته که مسئول کشتار کودکان در مجدل شمس و کشتن بسیاری از اسرائیلی هاست. وبسایت اکسیوس به نقل از یک مقام اسرائیلی گزارش داده که هدف حمله بیروت فؤاد شکر بوده که مسئول کل عملیات نظامی حزب الله است. فؤاد شکر در سال 1962 در روستایی در شرق لبنان به دنیا آمد و با لقب حاج محسن شناخته می شود. فؤاد شکر بیش از 30 سال در جنبش حزب الله فعال بوده، اما معلوم نیست که دقیقاً چه وظایفی را بر عهده داشته است. در برخی گزارش ها او بلند پایه ترین فرمانده نظامی حزب الله در جنوب لبنان معرفی شده است. بعد از کشته شدن اسماعیل هنیه، بورس تهران کار خود را با ریزش کم سابقه آغاز کرد و دلار از مرز 61,000 تومان عبور کرد. بر اساس گزارش منابع خبری در ایران، بورس تهران در نخستین ساعات فعالیت خود ریزش 41,000 واحدی را ثبت کرد. گزارش ها نشان می دهد که این ریزش سقوط 1.9% شاخص کل را ثبت کرد تا یکی از تاریخی ترین ریزش ها در بازار بورس رخ بدهد.
در بازار ارز هم هر دلار آمریکا با بیش از 2000 تومان افزایش نسبت به روز گذشته به بالای 61000 تومان رسید. در بازارهای بین‌المللی هم قیمت هر بشک نفت وست تگزاس با نزدیک 2% افزایش به 76 دلار رسید. نفت برنت دریای شمال هم با 1.6% افزایش در آستانه ورود به کانال 80 دلاری قرار دارد. بینندگان ارجمند، به پایان بخش خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید و تشکر میکنم از همکارم در اتاق فرمان آقای شهرتی. روزگار خوشی رو براتون آرزو میکنم.